تقویت واحدهای نظامی بلاروس در مرز با کشورهای عضو ناتو. بعد دستور رئیس جمهوری بلاروس که ناتو را متهم می‌کند از برهم خوردن ثبات در این کشور حمایت‌های نظامی می‌کند. الکساندر لوکاشنکو این روزها تحت حمایت روسیه و مورد غضب کشورهای غربی است. غربی‌ها که از مخالفان بلاروسی لوکاشنکو حمایت می‌کنند مدعی‌اند آقای لوکاشنکو در انتخابات دو هفته پیش تقلب کرده و مانع برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه شده. حرفی که از دهان معترضان مخالف هم در جاده‌های منسک، پایتخت و دیگر شهرهای بلاروس شنیده می‌شود. رئیس جمهور این کشور اما می‌گوید اعتراض‌ها از خارج رهبری می‌شود که ناتو در رأس آن است. هماهنگ کنندگان تظاهرات خشونت‌آمیز بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند. با آنها هشدار می‌دهم این مرز نه تنها از ما بلکه مرز دولت متحد و سازمان پیمان امنیت جمعی می‌باشد. پاسخ بسیار مناسبی داده خواهد شد. سازمان ناتو با رد انعدام گفت هیچ تهدیدی برای بلاروس یا کشور دیگری نیست و اقدام به استقرار هیچ نیروی در منطقه نکرده. همزمان رهبر مخالفان که به لیتوانیا فرار کرده خواهان ادامه اعتراضات علیه لوکاشنکو شد. او مدعی است که به نماد تغییر در بلاروس تبدیل شده. وضعیت کنونی اما آنقدر هم بد نشده تا روسیه برای نگه داشتن این کشور متحد از دست غرب وارد عمل شود. به باور ولادیمیر پوتین بلاروس جز حیات خلوت این کشور باقی خواهد ماند، یا بی لوکاشنکو یا با او. به باور ناظران رئیس جمهور روسیه این بار نمیخواهد مثل اوکراین بلاروس هم تحت نفوذ غرب درآید. با گفته آنان پوتین این بار سنجیده و با حوصله تحولات بلاروس را کنترل خواهد کرد.